خوش آمدین ادامه برنامه است و میمان بعدی هم خوشبختانه تشریف آوردن که بسیار زیاد عزیز هستن. سید محسن آقا محسنی، آمر سواد آموزی معارف ولایت بلخ. در زمینه سواد آموزی یک گزارش را همکار ما تهیه کرده که میریم گزارش میبینیم، دوباره صحبت ها را باز با آقای محسن ادامه خواهد داد. تجلیل از روز جهانی سواد اینجا در دفتر میدیوتیک بلخ 8 سپتامبر برابر است به روز جهانی سواد که از سوی یونسکو درج تقویم شده است. مسئولان در میدیوتیک بلخ میگویند حدود 60% از نفوس کشور را بی سواد تشکیل میدهد. مشکلات ناامنی، جنگ و خیلی از پدیده های دیگری که متاسفانه اثرگذار بود سر فرهنگ و فکر و اندیشه و سواد و آموزش، اینا سبب شد که یک مقدار توجه کمتر شود و با کمال تاسف نه تنها میزان بیسوادان ما کم نشد، بلکه به دلیل جنگ حتی اطفال زیادی هنوز آماری که از مراجع رسمی دولتی ایران میشه نشان میده که ما سالانه تعداد زیادی کودکان بیسواد متاسفانه تحویل جامعه میدهیم. از سوی دیگر مسئولان در آمریت سواد آموزی بلخ از آموزش 1350 تن در برنامه سواد آموزی خبر داده می گویند که نبود تشکیلات بشری و منابع مالی از مشکلات اساسی این آمریت در بلخ است. آمریت سواد آموزی در بلخ ایفای وظیفه می کند. چرا مشکلات دارد؟ چرا همه ناراض است از سواد آموزی ولایات به خصوص ولایت بلخ؟ چون طرح‌ریزی درست نشد در سواد آموزی بلخ. کسایی که در گذشته در صدر بودند، برنامه های مفید و موثری را اونا را اندازی نکردن. امروز سواد آموزی برکود است، سواد آموزی قابل قبول مردم ما نیست. اشتراک کنندگان این برنامه فقر و تنگدستی، جنگ و ناامنی، سیستم نامناسب درسی را از جمله مشکلات اصلی سد راه مبارزه با بیسوادی می خوانند. افغانستان یکی از کشورهایی هست که در حال جنگ فقر بیداد می کنه. مشکلات اقتصادی دامنگیر تمام خانواده هاست. چند موارد هست که دست به هم داده تا تانسته که سیستم که در افغانستان وجود داره به خاطر آموزش ای را کمکار بسازه. فساد بیش از حد وجود داشته، تعمیری که برای بخشی از مردم، برای مردم یک ولسوالی یک ولایت در نظر گرفته شده که باید اینا گنجایش 500 نفر داشته باشند، مثلا 1000 نفر یا 2000 نفر اینا در 6 ماه تحت پوشش سواد آموزی قرار بدن، متاسفانه این تعمیر به وجه احسنش ساخته نشده. گفته می شود در سالهای اخیر جنگ و ناامنی در کشور نه تنها زمینه سواد آموزی به بزرگسالان را محدود ساخته است، بل دروازه های اکثر مکاتب را در بخش‌های از کشور برای دانش آموزان مسدود ساخته است. گزارش از بخش خبر بود که همکارای ما تقدیم شما کرد. بینندگان عزیز، آل صحبت‌ها را با آقای محسن ادامه می‌دهیم. آقای محسن، در آغاز اگر یک تعریف از سواد داشته باشیم از شما. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صبح بخیر خدمت شما و تمام بینندگان محترم تلویزیون پیکان. چنانچه که شما میفهمین سواد تعاریف متعددی داره که ما در گذشته ها تعریف کلاسیک داشتیم، کسی را منیسه با سواد خطاب میکردیم که اونا توانایی خواندن و نوشتن داشته باشه و کسی که خوانده و نوشته میتونه سواد شخصی با سواد اطلاق میشد برش. بله. و بعدها سازمان یونسکو، جامعه جهانی بر از این تعریف یک مقدار تغییرات آورد، گفت کسایی که توانایی دسترسی به اینترنت، کامپیوتر و علم روز داشته باشه اونا رو ما با سواد خطاب میتونیم. که دنیای بیرون هنوزم بخصوص سازمان یونسکو و بعضی بخش های دیگه ای که در قسمت از این پژوهش کردم و دقیق کار میکنن، اونا تعریف میکنن کسایی که توانایی تغییر در رفتار خود، در گفتار خود، در زندگی خود، در کردار خود، در سلوک خود داشته باشه، ما به اونا شخصی باسواد گفته میتونیم. و این تعریف فکر میکنیم در جامعه امروزی ما صدق نمیکنه. ما اگر توانایی خواندن و نوشتن داشته باشیم بسنده است، که متاسفانه کشور ما در شرایط قرار نداره که همه دسترسی به اینترنت داشته باشه. طور مثال برای شما میگم،
ما در ولایت بلخ 14 ولسوالی یا 14 ساحه کاری داریم که مدیریت است. در 14 مدیریت زمانی که مکتوب تکثیر میکنیم به جواب مکتوب ما مکتوب دوباره پس تایپی نمیایه، یعنی قلمی میایه. هنوز ما دسترسی به کامپیوتر نداره. خب مشکلات زیادی است. شاید از یک طرف نبود مکادر باشه، از یک طرف نبود وسایل و لوازم باشه و امکانات باشه. از این قبیل ما نمیتونیم که امروز خود با کشورهای بیرون مقایسه بکنیم، بگیم که کسایی که توانایی تغییر در رفتار و گفتار خود نداشته باشه اونا باسواد نیست. به این شکل اگر ما مقایسه کنیم، شاید در مملکت ما ارقام بیسوادی ما در 90% برسن. یعنی کسایی هستن که مدارک عالی دارن، مدرک دارن، ولی درک ندارن، شاید توانایی تغییر در رفتار و در کردار و در زندگی و در جامعه و در خانواده خود نداشته باشه. ما نمیتونیم بیسواد بگیم. در این مملکت باز به اون شکل ارقام ما عالی که 60% است، باز به 90% شاید بالا بره. ما فعلا کفاف و بسنده به می تعریف خواندن و نوشتن است. بسیار عالی، بسیار خوب. آقای محسن، شما در این حوزه، در همین بخش، در آموریت سواد آموزی در بلخ قرار دارید. می خواهیم بفهمم که جایگاه سواد در بلخ در کجا است؟ بلند است، متوسط است یا هم پایین است؟ بسیار زیاد تشکر. گرچند که ولایت بلخ از جمله ولایت درجه یک است و توقع میره که ارقام سواد تعداد با سوادای این ولایت بالاتر از دیگر ولایت باشه، ولی آنچنانی که باید باشه، من شخصا می نیسی یک کارمند سواد آموزی رضایت کامل ندارم. و شاید دلایلی که چرا ما به آنچه که نیازمند هستیم و نیاز داریم و ضرورت مبرم است نمی رسیم، دلایلش مشکل عمدهش ناامنی باشه. امروز ما در شرایط قرار دادیم که در یک محدوده قرار گرفتیم که چهار طرف ما جنگ است. ولسوالی ها و ساحاتی که زیادترین آسیب اونا دیدن و متضررین هستن که از در قسمت سواد اونا همیشان از این نعمت محروم هستن، اونا در ساحات جنگ زندگی میکنن و مخالفین دولت اونجا دسترسی دارن و ما نمیتونیم فعالیت های سواد آموزی و برنامه های سواد آموزی خود اونجا پیش ببریم. ازیلیاز که دلیلش بیشتر عرض کردم جنگ است، ناامنی است و چور و چپاول است. برنامه به شکل احسن تطبیق نمیشه و آن کسایی که خواهران و برادران ما که در سالیان گذشته نسبت عوامل متعددی که از این نعمت دور ماندن، اونا هم نمیتونن مستفید شه از این برنامه. به همین شکل ارقام بیسوادی ما به حال پیشرفت نیست، یعنی بیسواد ما نتونستیم کاملا بیسوادی را محو بسازیم، نابود بسازیم، ولی جلو پیشرفتش تا حد امکان میگیریم. به یک موضوع را خدمت شما عرض کنم که در یک شرایط قرار داریم که از یک طرف ما بیسوادهای زیاد داشتیم که بالای 40 سال و 30 سال هستند، از یک طرف دیگر که نسبت نبود امنیت مکاتب ما تعلیمات عمومی تولید بیسوادی داره، یعنی تعداد زیادی را نسبت فقر و تنگدستی یا نسبت نبود امکانات امنیت از مکاتب فرار کردن، ترک مکتب کردن. امروز اینا چه قسمی که سازمان یونسکو اعلان کرد در صد کشور در حدود 3.7 میلیون هنوز از مکتب جوانای ما دور ماندن. یعنی نوجوانای ما، جوانای ما ایره که محاسبه کنید 5 سال بعد 3.7 میلیون به ارقام بیسوادی میپیوستن. بله. و ما اگر در 5 سال سالانه 1 لک نفر فارغ بتیم میشه 5 لک نفر. و 5 سال بعد من مطمئن هستم اگر کدام انقلاب و جهیش به وجود نبیایه، این ارقام ما 3 میلیون دیگه یا 4 میلیون دیگه به بیسوادی ما افزود میشه که 14 میلیون میشه. از این لحاظ یک پلان و استراتژی مبنایی و اساسی از جانب دولت گرفته شود که از اون طرف از طریق تعلیمات عمومی و مکاتب هم جلبش گرفته شود، و از این طرف هم تعداد ارقام فارغین ما بالا بره، تعداد تشکلات ما بالا بره که ما بتونیم امی فارغین خود بیشتر بسازیم، فعالیت های خود بیشتر بسازیم، بتونیم به زودترین فرصت از این مشکل و معضله رهایی پیدا بکنیم. یک موضوع را اشاره میکنم که تشکلات ما بسیار محدود است، اندک است. تشکیلات ما قسمی است که ما در هر ولسوالی 7 نفر معلم در تشکیل ما 6 نفر معلم داریم که یک دیزو هنوزم بستایش خالی است و یک دیش که برحال درس میده
اونا نمیتونه در جاهایی که نیاز است برو تدریس بکنه و در ضمن در حدود 100 150 قریه 80 قریه هر ولسوالی داره. این 6 نفر معلم بسنده نیست که در 80 یا 100 قریه برو 6 نفر معلم تدریس کنه. ما از دولت این را تقاضا دارم که در قسمت تشکیل سواد آموزی تجدید نظر شود، در قسمت تخصیص سواد آموزی یک مقدار توجه صورت بگیرد تا این برنامه به وجه احسن، چون مملکت ما از جمله ممالک سوم چهارم کشوری است که در دنیا بی سواد برش نامیده شده، یعنی سومین یا چهارمین کشور بی سواد دنیا محسوب میشه. باید توجه جدی دولت مرکزی در این رابطه باشد. خیلی خوب است. شما در مورد ولسوالی ها گفتین، سوال خلق میشه که ولسوالی هایی که ناامن است، خب اونا را میمونیم کنار. ولسوالی هایی که امن است، یک تعداد زیاد خانم ها هستند که علاقه دارن به سواد آموزی، میخواین درس بخوانن، شما چقدر تانستین اساتید از طبقه اوناست در اونجا استخدام بکنین، تعیین بکنین که او خانم ها را بتانه درس بده؟ یعنی تشکر. در قسمت جذب سواد آموز ما در تشکیلات خود یک معلمین رسمی داریم که مانند معلمین تعلیمات عمومی و مکاتب از طریق پروسه رقابت آزاد اونا استخدام میشن، اصلاحات اداری اونا را امتحانشان میگیره، از طریق ریاست معارف برای ما معرفی میشه معلمین رسمی است که ما صلاحیت استخدام اونا را نداریم. درست. و پیشتر عرض کردم که بسیار یک تشکیلات اندک است، در حدود 120 نفر در سطح ولایت کار میکنه که ناچیز است. بله. و ما معلمینی هم داریم که از طریق مؤسسات همکار، مؤسساتی که در بخش سواد کار میکنن، اونا برای ما استخدام میکنن، معرفی میکنن سلوک سواد آموزی در نقاطی که نیازمند است و متقاضی بیشتر داره، ما اونجا ایجاد میکنیم. معلمینش معاشش و تمام امکاناتش از طرف دفتر و مؤسسه پرداخت میشه و نظارت و دایر نمودن ورکشاپ ها و سمینارها برای معلمینش از جمله وظایف آمریت سواد آموزی است که متاسفانه همین ارقام هم در این سالیان اخیر در سالهای 2019 و 2020 خیلی پایین آمده. در گذشته تقریبا 15-20 مؤسسه همکار در قسمت سواد با ما فعالیت میکردن، ولی بدبختانه فعلا 2 یا 3 مؤسسه کار میکنن که در سطح ولایت هر کدامش یا 3-4 سنف سواد آموزی ایجاد کردن، یا 10 سنف سواد آموزی ایجاد کردن، یا 15 سنف سواد آموزی. یعنی در این ولایت، در این مملکتی که به این حد ما مشکلات داریم، اینقدر متقاضی داریم، اینقدر مردم علاقمند به سواد و درس و تعلیم هستند، این یک چیز ناچیز است و این بسنده نیست. از این لحاظ دونرا و تمویل کنندگا هم امروز فعلا نداریم و دولت هم تشکیلات خوب و منظم و قابل قبول نداره و تا حدی را قابل قبول شخصا خود من نیست، مسئول برنامه هستم نیستم و نیاز بیشتر داریم که ما برنامه صنوف سواد آموزی را در سطح ولایت بیشتر بسازیم تا از این مشکل رهایی پیدا کنیم. بسیار خوب است. در مورد خانم ها نگفتین. در مورد خانم ها و شرایط استخدام خانم معلمین از طرف عرض کردم که ریاست معارف و اصلاحات اداری است و معلمین خانم وقتی که استخدام میشد طبعا خانم ها را استخدام میکنه، ببخشید خانم ها را جذب میکنه، سواد آموزی خانومه. و یک موضوع را باید اشاره بکنم که معلمین سواد آموزی متفاوت از معلمین تعلیمات عمومی است یا مکاتب است و معلمین سواد آموزی باید این ابتکار و این خلاقیت در وجودش باشه که چطور بتونه با می فرهنگ های مختلف، با می خانواده و رفتارهای مختلف قانع بسازد خانواده را یا رهبریت خانواده را یا مسئول خانواده را که شما خواهرتان، مادرتان یا دخترتان که از درس و تعلیم مانده بگذارید بیاید در مسجد، در فلانی خانه، در خانه کلانتر، قریه‌دار یا کسای دیگر اینجا آموزش ببینه. قانع ساختن از اینام یک هنر است. از همین ما پیشنهادیم برای دولت ای است که یک دپارتمان مشخص در چوکات دانشگاه، یک دپارتمان مشخص به نام دپارتمان بسازه که اونا بتونه معلمین مسلکی سواد آموزی فارغ بده تا این معلمین مسلکی باشه، بتونه از عهده می کار برایه و خانه بسازه و این خانم ها را جذب سواد آموزی بکنه. خیلی خوب. آقای محسن، می خواهیم یک سوال قسم مطرح بکنم که یک زمان اگر شما درس سواد آموزی را برگزار میکنین، جذب میکنین، یک تعداد شاگردان میان، زمانی که اینا دوباره پس فارغ میشن اما سواد کافی را نمیداشته باشن، مشکل در چی است؟ مشکل در نهاد سواد آموزی است، نهادهای سواد آموزی که اونا رو درست درس نمیده، یا مشکل دواست که اونا درست نمیگیرن درس؟ من میپذیرم که ما همه ساله
طور مثال در ولایت بلخ در حدود 15000 نفر 13000 نفر متفاوت است 17000 نفر همه سال فارغ میتیم سواد آموزی. بله. چرا اینا زمینه اشتغال زایی برای زنان نیست یا چرا اینا نمیتونه که مانند دیگرا تا صنف 12 درس خود پیش ببره یا دانشگاه بخونه یا زمینه کاریابی برای زنان مهیا شوه یا حداقل سوادشان در حد خواندن و نوشتن باقی بمانه؟ عرض می است که اینجا میپذیریم که ما کوتاهی داریم، مشکلات ناامنی بوده، دولت هم اولویت های اول دیگری دارد که در اونا زیادتر توجه میکنه، توجهش کمتر در سواد آموزی است. زمانی که ما نو ما برنامه ما نو ما هست، نو ما برای سواد آموزی های خود تدریس میکنیم، اینا نو ما درس خود فرا میگیره، آموزش میبینه، اکثرا به وجه اصلا توانای خواندن و نوشتن پیدا میکنه. ولی زمانی که برنامه تمام میشه، اینا فارغ میشه، اسناد فراغت صنف سوم که جذب سواد حیاتی صنف چهارم شوه برای اینا داده میشه. اما بدبختانه که در 14 ولسوالی ما یعنی مکاتب سواد حیاتی را نداریم، تشکیلاتش را نداریم، امکاناتش را نداریم، معلمینش را نداریم که ما زمانی که سواد آموز از اینجا فارغ میشه صنف 4 در سواد حیاتی وقتی جذب شود در مکتب، اینا به می شکل پیش میرن تا 12 فارغ میشه همانند تعلیمات عمومی یا خواهران و برادرانی که مکتب میخوانند میتونند که شامل امتحان کنکور شوه و در دانشگاه ها را پیدا بکنند. این مشکل است، این مشکل است که ما روی ازی کار کردیم. معینت محترم سواد آموزی هم در این قسمت برای ما هدایت دادن که تا حد توان ما در ولسوالی هایی که امن است، یکی از علاقه هایی که ما در سطح شهر باید علاوه کنم، ما یک مکتب سواد حیاتی داریم به نام لیسه مسعود شهید و یک متوسطه سواد حیاتی داریم که در ولسوالی دیدادی موقعیت داره. کسایی که اونجا آموزش ببینن یا بد علاقه من باشن، از درس و تعلیم مانده باشن، خواهران و برادران بزرگسال ما در اون مکاتب جذب شدن و میشن و برای ما هدایت همی است که نهایت تلاش خود بکنیم ما الحاقیه های را بسازیم در ولسوالی ها و در نقاط که امن است و قابل تطبیق است تا کسایی که فارغ میشه اونجا آموزش خود تکمیل ببینه و ما در تلاش ما برای همی است که همین معضله و مشکل حل شود. خیلی خوب، به عنوان آخرین سوال میخوایم آقای محسن قسمت را بکنم که ظرفیت جذب شاگرد در بخش سواد آموزی در بلخ تو چی است و شما چقدر فارغ میدین اگر شکل. آمار میشه بتین؟ قسمی که پیشتر خدمت شما عرض کردم، ما همه ساله بانی که تشکیلات اندک داریم از طریق صنوف افتخاری و رضاکارانه که ما همیشه کمیته های ایجاد کردیم، شوراهای ایجاد کردیم و از طریق بسیج سازی مردم محل ما صنوف رضاکارانه در نقاط مختلف شهر مزار شریف در نواحی در ولسوالی ها ایجاد کردیم و تعداد زیاد سواد آموزا جذب میشه. مؤسساتی که مانند مؤسسه محترم عنافی چه تعداد جذب میکنیم؟ همه ساله در حدود 15000 نفر 13000 نفر تا 20000 نفر ما جذب میکنیم، برایشان خدمات آموزشی را ارائه میکنیم و مؤسساتی که قابل ذکر است که با ما کار میکنه فعلا دو سه مؤسسه است و ما خواهشیم از همکاران بین المللی ما است، از همکاران که در قسمت سواد توجه بکنند و مؤسسات و دونرها و تمیل کننده در ولایت بلخ همکاری بکنند، تفاهم نامه خود با ولایت بلخ به امضا برساند که ولایت بلخ از همین مشکل رهایی پیدا بکند. در مورد فراغت نگفتین چه تعداد فارغ میشه؟ همین تعدادی که ما سالانه جذب میکنیم تعداد اندکش اینا ترک میکنن، ولی اکثریت که یعنی تقریبا از 15000 نفر اگر 500 نفر ترک سواد آموزی بکنن متباقیش فارغ میشه. مثلا بسیار زیاد لطف کردین، تشکر، خوش شما زنده باشین، سلامت باشین، تشکر از وقت شما. بیننده عزیز، در این لحظات برنامه بخش تکنولوژی آمده است که معرفی لپتاپ سامسونگ است. میریم میبینیم و دوباره برمیگردیم.